به نام خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید. امرالله صالح، امریکا از افغانستان بیرون نمی شود. امرالله صالح، حاضر نیستم که با طالبان کار کنم. همچنان امرالله صالح، اجمل احمدی از غزنی است. بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: کنایه نبیل بساله. با بدان کم نشین که صحبت بد، گرچه پاکی تو را پلید کند. آفتاب بدین بزرگی را لکه ابر ناپدید کند. سعیدی. اسدالله خالد، با وجود تلاش های صلح، جنگ تشدید شده است. اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی، میگوید با افزایش تلاش ها در روند صلح، از شدت جنگ نه تنها کاسته شده بلکه افزایش نیز یافته است. او افزوده یک شنبه 16 سنبله در نشست در ولایت لغمان گفت که طالبان با تشدید جنگ به دنبال امتیازگیری هستند. خالد افزود ممکن است دشمن در تلاش امتیاز گرفتن از طریق تشدید جنگ در کشور باشد. سرپرست وزارت دفاع در عین حال اطمینان داد که هیچ گوشه از افغانستان سقوط نخواهد کرد. خالد در ادامه گفت که صلح خواست اصلی مردم و از اولویت های دولت است. به گفته او، نیروهای امنیتی در راستای تلاش ها به هدف رسیدن به صلح محدودیت های بسیاری را پذیرفتند و اکنون در حالت دفاع فعال قرار دارند. این گفته های سرپرست وزارت دفاع در حال مطرح می شود که قرار است مذاکرات بین المللی میان دولت و طالبان در روزهای آینده در قطر برگزار شود. هنوز زمان شروع این مذاکرات روشن نیست. گرچه قرار بود که هیئت مذاکره کننده دولت در اواخر هفته گذشته به قطر سفر کند و هفته جاری مذاکرات آغاز شود، اما این هیئت تا اکنون در کابل است. مقام های حکومت افغانستان میگوید به دلیل آماده نبودن هیئت طالبان، سفر تیم مذاکره کننده دولت به تعویق افتاده است. در همین حال طالبان اعلام کردند که هیئت مذاکره کننده آن گروه با دولت افغانستان از سوی رهبر طالبان نهایی شده است. بر بنیاد اعلام طالبان، تیم مذاکره کننده این گروه از سوی مولوی عبدالحکیم قاضی القضات طالبان رهبری خواهد شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، شب گذشته شنبه 15 سنبله در تویترش نگاشته است که هیئت مذاکره کننده این گروه 21 عضو دارد و به ریاست مولوی عبدالحکیم تشکیل شده است. به گفته او، شیر محمد عباس استانکزی به حیث معاون تیم مذاکره کننده آنان محسوب شده است. مذاکرات دوحه، آغاز جنگ نرم امارات با جمهوریت. علی موسوی، خبرگزاری افق. بر بنیاد گزارش ها، موانع موجود در مسیر آغاز مذاکرات با طالبان در حال از میان برداشته شدن است و سرانجام انتظار می رود که یخهای گفتگوهای مستقیم میان کابل و رهبران طالبان آب شود و دو طرف وارد یک مرحله حساس و ایوتی برای ترسیم نقشه رای آینده سیاسی افغانستان شود. در همین چارچوب گفتم می شود که هیئت مذاکره کننده دولت به زودی راهی دوحه پایتخت قطر می شود. هیئتی که پیش از آن به قطر با رهبران حکومت دیدار کرد تا آخرین توصیه ها را دریافت کند. از این مرحله به بعد یک فصل تاریخی دیگر در سلسال بحران افغانستان گشوده خواهد شد. از این زاویه بسیار دشوار است که درباره چشم انداز این فصل و پیامدهای گفتگوهای مستقیم دو طرف سخن گفت. اما بدیهی است که دستیابی به یک توافق پایدار و فراگیر و قابل اجرا آسان نیست. سایه اختلافات، تضادهای شدید جنگ قدرت و منافع و اعمال نفوذ پیوسته قدرت‌های خارجی و تعرض‌های زیر پای سیاسی و قومی داخلی بر این روند سنگین و محسوس است و با توجه به اختلاف، دو دستگی و فقدان یک مرکز تصمیم‌گیری قوی و مؤثر در درون دولت افغانستان، مدیریت این مرحله به سود تحقق اهداف بنیادی نظام و دغدغه‌ها و نگرانی‌های مشروع اقوام و اقلیت‌ها هرگز آسان نخواهد بود. این تصور که تصمیم به میان برداشتن آخرین موانع موجود در مسیر مذاکره با طالبان هم تحت فشار شدید و مستقیم خارجی ها گرفته شد، برداشت های ناامید کننده ای را بالا تقویت می کند. تماس تلفنی مشاور امنیتی میلی ترامپ با شفانی تنها یک مشخص داشت و آن را با فشاری شدید امریکا بر آغاز فوری گفتگوهای داخلی صلح با طالبان بود. به دنبال آن، تماس موضوع سرسختانه کابل در کابل آزادی صدها زندانی باقی مانده طالبان هم به نحوه تغییر کرد.
و در نهایت در عرض 24 ساعت عملی برای شروع مذاکره با طالبان از سوی کابل فراهم شد. این نشان می دهد که این بار نیز همه چیز علی‌رغم میل و اراده باطنی سران دولت افغانستان رقم می خورد و این امریکاست که اراده خود را بر کابل تحمیل می کند. نگرانی بزرگتر اما این است که اعمال نفوذ و فشارهای قدرت‌های خارجی در طول مذاکرات هم کابل را در نفسگیری و دشوار قرار دارد و در نهایت خروج آن توافق باشد که نگران خواست‌ها، نیازها، نگرانی‌ها، منافع و مصالح بزرگ مردم افغانستان نباشد. نتیجه هرچی باشد از این حلب بر حلب بعد نبرد مثال امارات و جمهوریت وارد عرصه جنگ نه می شود و دو طرف در میز مذاکره در برابر همدیگر صف آرایی خواهند کرد. از این زاویه فاصله دو طرف به اندازه دور است که بسیار به این بنظر می رسد که در کوتاه مدت شاید رسیدن به توافق جامع و پایدار باشیم. اما همان گونه که اشاره شد ممکن است عنصر دخالت عوامل خارجی همه چیز را یک شبه تغییر دهد. این امر تا حدود زیاد به اقتدار و اراده کابل هم بستگی دارد که تا چه میزان قدرت و توانی دفاع و صیانت مسئولانه از ارزش ها و اصول مورد ادایش را دارد و چقدر مغلوب فشارهای خارجی می شود و دست تسلیم بالا می برد تا امارات برنده این نبرد نفسگیر باشد. غیبت عدالت قومی در معماری سیاست خارجی. مهدی نوری، خبرگزاری افاق. به دنبال تشکیل کابینه جدید، اقدامات برای معرفی سفرا و فرستادگان دیپلماتیک افغانستان در کشورهای خارجی نیز آغاز شده است. در همین راستا دولت افغانستان به تازگی 13 سفیر با یا فرستاده ویژه را در کشورهای مختلف معرفی کرده، اقدامی که مثل سایر تصمیم‌های ارگ ریاست جمهوری در انتقادات و واکنش‌های گسترده ای را برانگیخته است. مهمترین انتقادها مربوط به ترکیب قومی سفرا و فرستادگان دیپلماتیک دولت افغانستان در کشورهای خارجی است. به باور منتقدان، در شرایطی که در داخل کشور معیار اصلی توزیع قدرت قومیت و سهمیه سیاسی قوم از ساختار دولت می باشد، سفارتخانه‌های خارجی کشور نیز باید از این فرمول پیروی کند و در معرفی سفرهای کابل برای کشورهای دیگر عدالت قومی مد نظر قرار بگیرد. این در حال است که از نظر منتقدان افراد معرفی شده مهره های وابسته به قوم خاص هستند و بدتر از آن که این سایر اقوام یا اصلا سهم ندارد و یا هم سهمشان بسیار اندک و آشیه و بس برانگیز است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.